جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان گفتگو با فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا در لندن، ضمن تاکید مجدد بر کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه از روسیه و ایران خواست با استفاده از نفوذ خود بر بشار اسد از او بخواهند با گزار سیاسی روسیه موافقت کند. We need to get to the negotiation. That's what we're looking for. And we hope Russia and any Iran, other countries. نظر ما این است که ما باید مذاکره را شروع کنیم و امیدواریم روسیه و ایران و هر کشور دیگری با استفاده از نفوذ خود بتوانند کمک کنند تا این امکان فراهم شود. چون مذاکره تنها راه جلوگیری از ادامه این بحران است. ما برای مذاکره آماده ایم. آیا اسد هم حاضر است به طور جدی وارد مذاکره شود؟ آیا روسیه قبول می کند بشار اسد را ترغیب کند که پشت میز مذاکره بنشیند و یک راه حل واقعی برای پایان خشونت ها پیدا کند؟ ما قبلا هم به روشنی گفته ایم در این مورد آماده صحبت هستیم. وظیفه ما نیست که تاریخ و زمان آن را تعیین کنیم، اما اسد تاکنون حاضر نشده وارد گفتگوی جدی بشه و روسیه هم حاضر نشده او را به میز مذاکره بیاورد. در نتیجه وضع ما الان به این صورت درآمد. جان کری میگوید ایالات متحده از دخالت نظامی مسکو در سوریه با هدف مقابله با داعش استقبال میکند. اما بحران روبه وخامت موج مهاجرت مردم از سوریه باعث شده تا ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی قوت بگیرد. To the degree that Russia wants to focus its efforts against ISIL, we welcome that. ما از اینکه روسیه میخواهد تمرکز خود را بر داعش بگذارد استقبال میکنیم. ما هم به دنبال راهی میگردیم که هرچی زودتر و موثرتر بتوانیم داعش را از بین ببریم. برای این کار نباید موضع و رویکردمان را در مورد اسد و آنچه او بر سر مردمش آورد عوض کنیم. اما این ضرورت را برای همه ما ایجاب میکند که بتوانیم از طریق تثبیت سیاسی سوریه، همانطور که از مدتها پیش گفته ایم، به این بحران پایان دهیم. اما این مسئله هنوز عینیت پیدا نکرده. جان کری میگوید جدول زمانی خاصی برای کنارگیری اسد از قدرت در ذهن ندارد، اما میداند که مردم سوریه پیش از این با برپایی اعتراضات ضد دولتی نظر خود را در مورد او ابراز کردند. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد احتمال دخالت نظامی بریتانیا علیه داعش در سوریه گفت بریتانیا هم اکنون هم از نظر نظامی علیه داعش در عراق فعال است. ما همیشه خیلی روشن گفته ایم برای بریتانیا اگر لازم شود در حمله های هوایی علیه داعش در سوریه شرکت کند، آن را با پارلمان در میان خواهیم گذاشت تا اجازه این کار را بگیریم. آقای هاموند میگوید بریتانیا به گفتگو با متحدان خود در مورد وضعیت نظامی سوریه ادامه میدهد. وی معتقد است دخالت نظامی مسکو در سوریه وضع را پیچیده‌تر می‌کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.